هفت ایده فوق‌العاده‌اند برای شروع یک سال جدید که شاید مسیر زندگی شما را هم تغییر دهد. من در این ویدیو 7 ایده فوق‌العاده برای برنامه‌گذاری در سال جدید را آماده کردم. امیدوارم در مسیر تغییر زندگی شما مثبت ثمر باشد. یک، به خودتان لطف کنید و یک لحظه بین جنون تحصیلات وقت بگذارید و به 365 روز گذشته خود فکر کنید. شاید شما موفقیت‌های بزرگی داشته اید و باید به آن افتخار کنید. آن موارد گرم و مبهم را روی کاغذ بنویسید. آنها را در جای قرار دهید که در یک روز بارانی برای مثال به راحتی قابل ارجاع باشد. اما مثل همیشه بدون شک بخش‌هایی از زندگی شما وجود دارد که دوست دارید آنها را بهبود ببخشید و این هم اشکالی ندارد. در مورد تکامل شخصی از بنجامین فرانکلین نقل شده است که میگویند بدون رشد و پیشرفت مستمر کلمات مانند پیشرفت، موفقیت و موفقیت معنایی ندارد. بالاخره او یک مردی بسیار باهوش بود. ما از گروهی از متخصصان در زمینه‌های رایج بهبود خودشناسی خواستیم تا کم راهنمایی و الهام بگیرند تا ما را مانند رعد و برق وارد سال جدید کنند. ایده دوم، مهم نیست که چی میخورید، بلکه به دلیل انجام دادن آن نیست و مهم نیست که چی تمریناتی انجام میدهید، بلکه به دلیل ورزش کردنتان مربوط میشود. قبل از این که بگویید میخواهید 10 کیلو وزن کم کنید، فکر کردن به این که چرا میخواهید 10 کیلوگرم وزن کم کنید ممکن است نشان دهد که واقعا نمیخواهید وزن کم کنید، بلکه میخواهید 10 پوند عضله کنید. ایده سوم، با ایده شروع کنید که عمیقاً با آن علاقه دارید و سپس تکالیف خود را انجام دهید. من قبل از شروع Learn Wasat یک طرح تجارتی 75 صفحه‌ای نوشتم. تعداد کمی از مردم آن را مطالعه کردند و به من کمک کرد تا برای جهش به سمت کارآفرینی آماده شوم. الکسا وان تابل. بخش چهارم، بیرد مولین. من مطمئن هستم که اهدافهایم واقعا قابل دستیابی هستند. بیش از حد جاه طلب نباشید. پیشنهاد میکنم که بیش از حد جاه طلب نباشید. هنگام تعیین اهداف واقع بین باشید. من ذاتاً فرد بصری هستم. بنابراین برای من مهم هست که در ابتدا اهدافهایم را تجسم کنم. نه اینکه آنها را فقط در یک چک‌لیست یادداشت کنم. چی ایجاد یک تابلوی خلق و خوب یا ورق زدن مجلات برای الهام گرفتن باشد، تجسم اهدافم در واقع به من انگیزه می دهد تا یک برنامه ریزی تنظیم کنم. ایده پنجم، لایز وان هند. هر روز کمی تمرین کنید. بهتر از یک ساعت در روز و مدت یک هفته تمرین کنید. در ابتدا نگران احمق به نظر رسیدن یا کامل نبودن نباشید. رسیدن به کمال به زمان زیادی نیاز دارد و برای برقراری ارتباط ضروری نیست. ایده ششم، زندگی خیلی شلوغ است. به همین دلیل مهم هست که اهدافهای شغلی را انتخاب کنید که واقعا برای شما مهم هستند. اگر هدف را بر اساس تحت تاثیر قرار دادن دیگران یا برآورده کردن انتظارات او از شما انتخاب کنید، هدف شما قدرت ماندگاری نخواهد داشت. صادقانه از خود بپرسید، آیا این همان چیزی هست که من میخواهم؟ لیان دیبی، نویسنده پرفروش نیویورک. ایده هفتم، از لینی پلنی. داشتن اهداف کمتر و واضح‌تر احتمال دستیابی به آنها را بیشتر می‌کند.
گفتند من میخواهم به آفریقای شرقی بروم. این مبهم است، نیازی به تعریف بیشتری دارد. اما گفتند میخواهم قبل از فصل بارانی ویژگی دوچرخه سواری در تپه های لوشوتو تانزانیا را بنویسم. جزئیات زیادی به شما میدهند. تام هال، مدیر تحریریه لونلی پلنت. یادتان باشد که فردا اولین صفحه خالی از یک کتاب 365 صفحه‌ای هست. چیزهای خوبی در آن بنویسید. در پایان مثل همیشه زنده باد انسانیت و زنده باد خوشحال زیستن. Yeah.